بینندگان عزیز با تقدیم محبت فراوان به حضور شما از اینکه بار دیگر به برنامه آینه بهای توجه فرمودید بسیار سپاسگزاری گذاری میهمان امروز ما آقای دکتر عرفان ثابتی هستند ما در نشست گذشته با ایشون در مورد آین بهایی و آفرینش واقعیتی جدید صحبتی داشتیم و فکر میکنم که قسمتی از مطالبی رو که ایشون در نظر داشتن بیان بکنن ناگفته ماند این است که مجددا از ایشون خارج کردیم به ما ملحق بشن و امروز دنبالی اون صحبت رو با هم ادامه بدیم میخواستم اول خواهش بکنم آقای ثابتی در ابتدای این برنامه یک مختصری دو سه دقیقه راجع به اون مطالبی که در نشست گذشته مطرح فرمودید برای اون دست از بینندگانی که نیدند این مطلب رو مطرح بکنید صورت مختصر در این حال بینندگان عزیز شما میتونید به تارنمای تلویزیون باهای آینه بهایی توجه بکنید و برنامه های گذشته در آرشیو اونجا هست و برنامه هفته گذشته آقای ثابیت رو هم میتونید خودتون به تمام بر اونجا ملاحظه بکنید خواهش میکنم بفرمایید خیلی ممنون از این صحبت کردیم که واقعیت ها به صورت اجتماعی خلق میشن و به مرور زمان بر اثر تربیت و مخصوصا در دنیای مدرن بر اثر نقش کارکرد رسانه ها تثبیت میشند و اما در این حال این واقعیت ها مثل یک قفس آهنینی نیستند که نش ها را تغییر داد باید. میشه واقعیت های مسلط رو به چالش کشید و در اونها تردید افکن و سعی کرد که به تدریج اونها رو جایگزین کرد از این در این حال صحبت کردیم که لازمه به وجود آمدن واقعیت های جدید احساس ایجاد بحران هست بحران هایی که این گفتمان ها یا واقعیت های اجتماعی مسلط ن... نمیتونن دیگه به اونها پاسخ بدن تا زمانی که بحران احساس نشه نظریه واقعیت های اجتماعی جدیدی هم خلق نخواهد شد چون که اون گفتمان مسلط میتونه به نیازهای معاصر خودش پاسخ بده وقتی که این بحران ها احساس شد و واقعیت های جدید یا گفتمان های جدید خلق شد حالا این حاملان یا کنشگران این گفتمان جدید و نوظهور هستند که سعی می کنند این واقعیت جدید گفتمان جدید رو به دیگران بقبولانند و باعث بشن که اونها نه تنها جور دیگری به دنیا نگاه کنن و فکر کنن بلکه جور دیگری عمل کنن و کنش داشته باشن و اما این نکته خیلی مهم هست که بدونیم که همون اون واقعیت های جدید یا گفتمان هایی که امروز ناقص، معیوب، ناکارآمد و حتی متحد جرانه و تاریک اندیشانه تلقی میشن به درستی اینها در زمان خودشون در چهارچوبه یا اون بافتار و زمینه سیاق تاریخی خودشون چنین نبودند. در اون زمان اونها به نیازهای زمان خودشون پاسخ میدادند به این دلیل واقعیت اجتماعی یه امر ایستایی نیست یه امر تکامل یابنده یا متکامل هست اگر ملیگرایی در, قرن در امروز نابسنده هست و حتی به تعبیر شوقی افندی بطی هست که باید شکسته بشه این در قرن 18 و 19 چون این نبوده در اون موقع نسبت به واقعیت اجتماعی پیشین خودش که قوم مداری و قبیلگرایی بوده یک واقعیت اجتماعی پیشرفته تر و متکامل تری بوده امروز هست و ممکنه دو قرن دیگه واقعیت اجتماعی متکامل تری داشته باشیم از این شهروندی جهانی که امروز به نظر باهاییان واقعیت اجتماعی مطلوب هست که مثلا شهروندی سیاره یا کهکشانی باشه بنابراین هیچ نقطه نقطه پایان نیست و این واقعیت اجتماعی امر نسبی هستند مطلوب بودن و نامطلوب بودن و اونها فقط وقتی معلوم میشه که ما بافتارهای تاریخی متفاوت رو با هم مقایسه می در تنها به صورت تطبیقی هست که می از مزیت یا نامطلوبیت این واقعیت های اجتماعی سخن بگیم در گفتمان عمومی در گفتمان روزمره شاید خیلی وقتا مردم وقتی که صحبت از حقیقت می از اون نظر فلسفیش لاقل همون اصطلاح واقعیت رو باید براشون بکار برد و, و خی... برای خیلی ها خب هم در همون توی نشست گذشته راجبش صحبت شد برای خیلی ها اون که واقعیت هست اون رو شاید به عنوان یک حقیقت مطلق در نظر می گیرن. چه در زمین های اجتماعی چه در زمین های باوری و مذهبی اینها و خب این یک نکته است که شاید خوبه بیشتر بهش فکر بکنیم که اون رو که ما به ارث بردیم و اون رو به عنوان حقیقت مطلق در نظر می گیریم، این یک جنبه اعتباری داره از نظر شما واقعیت اجتماعی مطلوب از نقطه نظر دیانت بهایی چه از شما اون رو چه میبینید؟ به نظر من اون چیزی که واقعیت اجتماعی مطلوب مورد نظر بهاییان هست ایجاد یک حس یا آگاهی شهروندی جهانی هست یا یک هویت بهتر بگیم همه شمول جهانی فراتر از هویت محدود ملی جنسی نژادی یا دینی یا زبانی که در این بیان حضرت باالا متبلور هست که عالم فل حقیقه یک وطن محسوب و من علل از اهل آن جامعه شناسا خیلی بررسی کردن که چطور ف... واقعیت اجتماعی نه تنها بر اثر واقعیت های اجتماعی جدید بلکه بر اثر مثلا تنگناهای زیست محیطی یا عوامل تکنولوژیک و فناورانه تغییر کردن اما به این مسئله خیلی توجه نکردن که چطور پیروان یک دین جدید واقعیت اجتماعی جدید خودشون رو به دیگران میقبولانند یعنی اون رو به ترقیب میکنند دیگران رو که این واقعیت رو بپذیرند یعنی جنبه های دیگرش مورد مطالعات جامعه شناسی قرار گرفته اما این جنبه که چگونه حاملان یک باور دینی جدید دیگران رو ترقیب میکنند چه وسیله چه راهایی که این واقعیت جدید رو بپذیرند و بعد چون فقط جنبه نظری نداره جم... ابتدا جنبه نظری فکر و جهان بینی داره اما بعد جنبه عملی و کنشگری داره این قسمتیه که مقفول مونده توی در مطالعات جامعه شناسی حالا اگه ما بخوایم شروع کنیم از ابتدا میتونیم بگیم که اصلا یه معزلی که در این واقعیت های اجتماعی پیشین وجود داشته اینه ای که همیشه هویت بر اساس تقابل میان ما و آنها تعریف می شده. مثلا شما اگر حالا این ما و آنها میتونه تو چارچوب نژادی باشه تو چارچوب دینی باشه تو چارچوب یعنی مسلمانان در برابر غیر مسلمانان یا آسیایی تبارها در برابر مثلا غیر آسیایی تبارها یا فارسی زبانها در برابر دیگران یعنی همیشه این تقابل وجود داشته که هویت رو شکل بگیره و متاسفانه خیلی از روانشناسان اجتماعی یا جامعه شناسان بر این باور بودن که اصلا نمیشه که هویت شکل بگیره بدون اینکه یک تقابل و تضادی بین ما و آنها باشه مثلا تو نظریه اجتماعی لیبرال که خیلی مقبول هست این روزها نگاه بکنید شما میبینید که همیشه صحبت از این هست که انسانها به اقتضای طبیعت خودشون دنبال منفعت منافع شخصی خودشون هستن بنابراین میرن در گروهی با افرادی با منافع همسان و مشابه خودشون تا تعقیب کنن اون منافع مشترک رو در تقابل و تضاد با گروه های دیگه ای که منافع متفاوتی دارن خب بنابراین اجتماع یا جامعه بهتر بگم جامعه تشکیل میشه تو این نظریه اجتماعی لیبرال تشکیل میشه از گروه های متفاوتی مختلفی که هر کدوم منافع متمایزی دارن و هر کدوم دارن اینا رو تقییم و این منافع همه با هم در ستیز هست بنابراین جامعه حتی تو نظریه اجتماعی لیبرالی هم عرصه ستیز و رقابت طلبی رقابتجویی شدید هست پس به عبارتی میگن منافع هویت ما رو منافعی که داریم تش... به ما تعیین میکنه که ما چه هویتی داشته باشیم اما ما میتونیم بگیم جامعه باهی میخواد از اون طرف ما نگاه کنیم آینه باهایی یعنی بگیم که هویت ماست که اتفاقا تعیین میکنه که ما چه منافعی داریم بنابراین این حالا اگر من هویت خودم رو یک هویت جهان شمول فراتر از این مرزهای قراردادی که اون دفعه دفع قبل راجعه صحبت کردیم اعتباری تعریف بکنم لزومی نداره که من منفعتم و منافعم در تضاد باشه با منافع دیگران یعنی ما قبول داریم رابطه به هست بین هویت و منافع اما اگر از منافع شروع بکنیم سخت هست که بخوایم یه هویتی فراتر از این منافع محدود رو اه اه خلق بکنیم کار راحت این هست که بیایم اول یه هویت جدیدی تعریف بکنیم و بعد خب این هویت جدید مسلم کسانی که این هویت رو دارند منافعی دارند که باید تعریف کنند اما این بار دیگه این کسان فقط یه گروه اجتماعی خاص نیستند بلکه کل جامعه بشری رو شامل میشه اه. تازه یه مسئله دیگه این هست که یعنی این تعریف که همیشه هویت در تقابل ما آنهاست پس هم از لحاظ منطقی به عبارتی نادرسته هم از لحاظ مطالعات بعضی مطالعات روانشناختی نشون داده که اصلا از لحاظ تجربی هم درست نیست چون که مثلا یه روانشناس معروفی به اسم کریستیان مونرو این رفت مفهوم نوع دوستی رو به طور تجربی مطالعه کرد با 25 آدم مختلف که مثلا آلمانی هایی بودن که در دوران نازی یهودیا کمک کرده بودند و به این ترتیب جون خودشون رو به خطر انداخته بودند یا افرادی بودند که مثلا در آتش سوزی یا زلزله رفته بودند یک قریبه کسی که قریبه محض بوده یعنی نه تنها فامیلشون نبوده دوستشون نبوده اصلا کسی بوده که اصلا اینا نمیشناخه اینا جون خودشون رو به خطر انداختن که اونها رو مثلا از اون ساختمونی که آتیش گرفته بوده نجات بدن این کریستیان مون رو بیره با 25 آدمی که نوع دوست بودند اینها مصاحبه های طولانی و مفصل انجام میده و بعد به این نتیجه میرسه که تعریف میکنه نوع دوستی رو میگه نوع دوستی یعنی طلب منفعت دیگری حتی به بهای و به ضرر منفعت شخصی پس میاد به این نتیجه میرسه که بین همه این آدما چی مشترک بود اینکه حاضر شدن به قیمت منافع خودشون جان دیگری رو نجات بدن پس این با اون برداشت رایجی که در دوران معاصر از زمان روسو و بعد هگل و تو دوران معاصر مثلا شانتال موفه که اینا همشون هم در ایران متاسفانه محبوبیت دارند رایج بوده که انسان موجودی ذاتن منفعت طلب و نودوست نیست اصلا به پس حتی به لحاظ تجربی هم این مسئله حتی اگه نگیم من نمیگم همه ای انسان ها نودوستن که البته هاییان میگن که هستن من میگم حتی از, از اون جهت هم نگاه نکنیم به لازم تجربی بنابراین نمونه هایی وجود دارن افراد نوع دوستی وجود دارن که اون نظریه رو باطل میکنه که انسان موجودی ذاتا منفعت طلب پس یه مفهوم به اسم نوع دوستی وجود داره که اون جستجوی صرف منفعت شخصی رو زیر سوال میبره از اون طرف این هویت که همیشه به ما تلقین کردن که در تضاد با دیگران شکل میگیره این هم چنین نیست که حالا در قسمت بعدی میتونیم راجع به اون صحبت بکنیم که چگونه میشه هویتی ساخت و داشت ایجاد کرد بدون اینکه این هویت این در تضاد با دیگران شکل بگیره خیلی بحث جالبیه خیلی ممنونم از بابت که تنفسی بدین بینندگان عزیز از شما دعوت میکنم به قطعه برنامه کوتاه توجه بفرمایید تا ما صحبت رو با آقای ارفان ثابتی ادامه بدیم بینندگان عزیز از شما سپاسگزاری می کنم که با ما هستید ما امروز در خدمت آقای دکتر عرفان ثابتی هستیم و با ایشون در مورد واقعیت های اجتماعی و اینکه چه واقعیت اجتماعی شاید مطلوب تر هست از دیدگاه آینه باهایی به صحبت پرداختیم شما در صحبتاتون اشاره کردید به این مسئله واقعیت های اجتماعی و در نشست قبل هم به استناد بعضی از روانشناسان که دیدشون نسبت به این مسائل, مسائل چه هست شما حتما میدانید که این هم یک بحث خیلی مفصلی است در فلسفه فقط موضوع مسئله روانشناسی نیست فلاسفه هم از قدیم و اخیر در مورد این مطالب نکات خیلی مفصل نوشتن که اینکه حقیقت چه هست و واقعیت چه هست حالا جنبه انتظاری چه اینها به کنار اما یکی از کسانی که خیلی در این زمینه تحقیقات زیادی کرده اتفاقا نزدیک جایی هست که بنده زندگی میکنم در شمال کالیفرنیا در ایشون پروفسور هست در دانشگاه دا کالیفرنیا در برکلی، کسی به اسم جان سیرل کتابی هم نوشته The Construction of Social Reality حتی مقالات مفصل نوشته خیلی مشهوره میدونید جایزه های فراوانی هم برده و خب من موقعی موقع که اونجا محصل بودم باهاش آشنایی پیدا کردم اینها و بعضی از سخنرانی هم گوش کردم اینها و او خیلی در این زمینه ها تحقیق کرده و اینکه خیلی تاکیدش رو این هست که به طور کلی اون که ما اون رو حقیقت میدانیم چیزی جز همین مسئله توافق رو اینها نیست و ما وقتی از دید آثار دیانت باهایی به این مطلب نگاه میکنیم هم جنبه باوری قضیه رو نگاه میکنیم هم به جنبه علمی و فلسفهش که میخوایم نگاه بکنیم یک صحبتی که مطرح هست این هست که خب این واقعیتی رو که در ما باش روبرو هستیم که در واقع یک نمادی است یک تجلی انعکاسی است از اون که ما اراده الهی میدونیم و بهایان خب به فکر این هستند که یک تمدن پویا اون که در آثار دیانت بهایی بیان شده که حسب به مطلبی فرمودن مضمونش این است که هدف از خلقت انسان این هست که این یک تمدن انسانی رو پیش ببره این تمدنی که هم بعد انسانی اقلانی جسمانی داره و هم بعد روحانی و معنوی داره اینو یک واقعیتی است که بر اساس یعنی یک حقیقتی است که بر اساس تعالیم دیانت بهایی و همینطور در دوران رو گذشته بر اساس تعالیم سایر ادیان خب ما بهش معتقدیم اما نحوه پیاده کردنش در جامعه چیزی است که ما احتیاج به یادگیری داریم و این یادگیری ما رو در تقابل و در, در واقع تماس با اجتماع میذاره و اون چه که ما ازش به عنوان واقعیت اجتماعی یاد می کنیم چیزی است که ما خودمون در واقع خلاقش داریم میشیم از جهتی فقط چیزی نیست که خداوند یک تعلیمی رو فرستاده باشه بله در حد انتظاعیش در حد مطلوبش مطلقش در تعالیم مثلا الهی در بیانات پیامبران هست اما در پی... قضیه عملی و پیاده کردنش یک جریان خلاقیتی لازم هست که اون از طریق تماس ما با اجتماع از طریق گفتمان هایی که با مردم داریم و از طریق تجربه می آموزیم و در واقع اون واقعیت رو ما داریم چکار می کنیم خلق می کنیم و بیشتر به کمال می بریم و اون چرا که ما به قول جان سیرل مشهور به توافق در موردش برسیم اون وقت اون میتونه یک واقعیتی باشه که حالا امروز مثلا بهش رسیدیم حالا از دیدگاه دی دیانت بهایی جامعه بهایی از چه طریقی داره فعالیت میکنه که به این در واقع واقعیت های مطلوب برسه خیلی میان میگن که خیلی مثلا نه فقط به باهایان بلکه با به هر کسی که در فکر در انداختن یک واقعیت جدید هست میگن شما خیلی آرمانگرا هستید بله. و واقعیت خشن سخت روزمره این ایدال ها را در هم خواهد شکست دنیا انقدر مشکل داره ده. که تا این مشکلات مثلا حل نشه شما نمیتونید انتظار داشته باشید که انسان ها به وحدت مثلا عالم انسانی در دو... چون این دنیای نابرابری عقیده داشته باشه ده. در حالی که آینه باهایی درست اتفاقا میگه اگر شما میخواید همه انواع این مشکلاتی که حالا از جنبه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، محیط زیستی، تکنولوژیکی همه چیز قلبه بکنید و اینا رو حل بکنید اتفاقا باید ابتدا اون باور وجود داشته باشه اون واقعیت اجتماعی جدید یا همون گفتمان الگوی فکری جدید پذیرفته بشه تا بشه این مشکلات حل بشه آین باهایی میگه اتفاقا برعکسه دیگه نباید خود رو در اون چارچوب های تنگ مثلا ملیتی نژادی دینی جنسی محصور کرد خب اگه این کار نکرد بنابراین باید یک هویت جهانی همه شمولی که همه رو در بر بگیره که دیگه نخواد خط کشی بشه که اصلا که نخواد منافع در تقابل و تضاد با هم قرار بگیره وجود داشته باشه اگه همه منافع منافع مشترک باشه پس نابرابری به ضرر کل خواهد بود مثلا جنگ به ضرر کل خواهد بود مثلا حضرت عبدالواد در یکی از سخنرانی در لندن از جمله همینو میگن میگن که خب 6000 سال از یسار رفتیم از یه طرف رفتیم بیشتر جنگ دیدیم حالا این دفعه بیایید از یمین بریم از طرف دیگه بریم صلح و امتحان بکنیم اگه بد بود حالا به تنزیشون میگه اگه بد بود صلح برمیگردیم دوباره به روش قدیمی که جنگ یا همون ستیز و منازعه طلبی باشه پس اینطور نیست که ما بگیم ابتدا بذاریم واقعیت های خشن و آزارنده رو حل بکنیم که بعد بیایم یه هویت یه باورهای جدید یا واقعیت های اجتماعی جدید خلق بکنیم کاملا برعکس حالا آینه با این هویت رو نمیخواد در لازم نداره که در تقابل این هویت جهانی رو در تقابل با یک آنهای دیگری فرض بکنه تقابل لازمه اما نه با افراد این این رو در اصل میخواد بر اساس تقابل در تقابل با ارزش های تاریخی یا گذشته تاریخی خلق بکنه یعنی مثلا برابری در تقابل با نابرابری که به طور تاریخی وجود داشته صلح در تقابل با ستیز که به طور تاریخی وجود داشته یعنی هویت رو میشه اینطوری خلق کرد یه هویت جهان شمول واحد رو ولی نه در تقابل با حاملان باورها و ارزش های دیگه بلکه در تقابل با اون ارزش هایی که متاسفانه هنوز هم وجود دارم ولی موروسی هستن و از گذشته به ارث رسیدن افزون بر این اصلا اگه ما دقت بکنیم میبینیم که حتی تو این حالت هم میشه کسرت داشت یعنی بعضی میان میگن که خب این چه هویتیه که پس این میشه کانفورمیتی و همسانی و همشکلی شما میخواد یه جور همرنگی رو بر همه غالب بکنید و تم... ت... رو و ازبی ببرید واقعیت اینه که کسرت در این وحدت باقی میمونه به خاطر اینکه درسته یه هویت واحدی هست به اینکه من عضوی از خانواده بشری هستم و منفعت من و ضرر من از منفعت و ضرر تک تک افراد دیگر انسان ها جدا نیست اما همین من بالاخره یا مردم یا زنم یا مثلا من یه سنی دارم یک از یه نژادی هستم یه سطح تحصیلاتی دارم یک در یه جای خاصی زندگی میکنم یعنی یه کسرتی یه هویت سانب یا بهتر بگیم هویت های همپوشان اوورلپینگ همپوشان سانویهی دارم که این باعث میشه کسرت حفظ بشه یعنی این که من خودم رو عضو خانواده بشری یا شهروند جهان میدونم تضادی نداره با اینکه من ایرانی هستم و هر حال یعنی من یک علایق درجه دومی خواهم داشت ولی اینا همه زیر اون چتر بزرگی یعنی یه هویت اولی اصلی داریم که شهروند جهانیم بعد زیر اون چتر بله ما با هم تفاوت داریم مسلما پس بلازه اصلا عملی هم ممکن هست چون تجربه مثلا جامعه جهانی باهای این رو نشون میده که ممکن هست که شما هم ایرانی باشید هم عضو یک جامعه جهانی باشید هم فارسی صحبت بکنید هم با افرادی از دیگر به, افر... به دیگر فرهنگ ها و به دیگر زبان ها هم سعی کنید که مثلا بعضی از اونها رو یاد بگیرید به اونها احترام بذارید یعنی یه تجربه عملی وجود داره حالا نکته مهم اینه که جامعه بایی یعنی فرقش مثلا با دیگر گروه های برابری طلبانه که وجود داشتند مثلا کمونیسم در واقعا یه آرمان برابری طلبانه بوده اما چرا شکست خورده در عمل دلیلش اینه که شما نمیتونید اگر میخواید اون واقعیت اجتماعی مسلط که نابرابری رو که قدرت طلبانه هست مثلا بر هم بزنید نمیتونید با قدرت طلبی بخواید برید و بر هم بزنید یعنی این اشتباهیه که مثلا در مورد کمونیسم اتفاق افتاده آرمان برابری طلبانه خوبی وجود داشته اما این رو از طریق ستیز که قدرت رو از چنگ مثلا ظالمین بگیریم و کارگران مثلا این قدرت رو علیه حالا اونها اعمال کنند یعنی این اشتباهی وجود داشته و هنوز هم وجود داره که اگر شما میخواد یک ظلمی رو از بین ببرید شما هم باید با رفتارهای مقابله به مثل طلبانه یا مثلا ستیزه جویانه این کار رو بکنید در به همین دلیل که میگن در خیلی از موارد قربانیان خودشون بعدا تبدیل میشن به قربانی کننده میشه مثال زد در مثلا بحران خاورمیانه که خب بله مسلم هست که مثلا سحیونیست ها ظلم کردن بر اعراب اما چرا مسئله حل نمیشه و حتی خیلی هم به اعراب سمپاتی نشون نمیدن به دلیل اینکه اونها هم برای اینکه ظلم از بین ببرن دست به خشونت زدن به همین دلیل که یک وضعیت آشرفته پیچیده وجود داره که دیگه تشخیص اینکه کی ظالمه کی مظلوم خیلی سخت شده این در تقابل هست با مثلا اتفاقی که برای باهایان ایران افتاده که مظلوم واقع شدن اما مقابله به مثل نکردن چرا مقابله به مثل نکردن دلیلش همینجاست که فرق مثلا با با یه گروه دیگه که به همین دلیل که اونا به یه گفتمان دیگه باور دارند، در یه گفتمان دیگه فکر میکنن تو اون گفتمان تو گفتمان باهایی قدرت ارزش نیست به همین دلیل که مثلا در جامعه باهایی در نظام اداره جامعه باهایی افراد قدرت ندارند این نهادها هستند که قدرت دارند و نهادها هم نهادهای انتخابی هستند که یا به طور سالانه یا مثلا هر چند سال یه بار تغییر میکنند این نهادها هم هر چند اقتدار دارند یعنی مشروعیت دارند که مثلا بیت العدل مشروعیت داره که برنامه ریزی های جهانی جامعه باهایی رو انجام بده این مشروعیت رو هم از طریق باها الله گرفته اما قدرت این رو نداره که باهاییان رو مجبور بکنه تک تک باهایان وادار بکنه که حتما باید اهداف این نقشه رو مثلا انجام بدن نه های باهایی میتونه که نادیده بگیره اهداف نشان زندگی خودش رو کنه اگه بخوام به طور خلاصه بگم در این واقعیت اجتماعی مطلوب باهایی قدرت بی اهمیته. و ارزش مرده نمیشه و تغییر دادن این واقعیت اجتماعی نامطلوب رو از راه قدرت طلبی چنگ انداختن به قدرت جستجو نمیکنه آینه باهایی رو این از چی جستجو میکنه در مفهوم خدمت که حالا این مفهوم خدمت بازم یه مفهوم ممکنه ظاهرا ایدئال و آرمانی به نظر بیاد ولی واقعیت چیده که اصلا این خدمت رو میتونید شما بشکنید یعنی تبدیلش کنید به اینکه به تعلیم و تربیت چرا میگم خدمت در موز... تعلیم و تربیت برای اینکه اینجا تعلیم و تربیت تو جامعه بایی فقط کار معلم و مربی نیست تک تک افراد خودشون رو قرار هست در مقام امین یا حالا به طور جمعی اومنای عالم آفرینش ببینن خب شما وقتی که دیگران رو حالا چه افراد و چه مثلا محیط زیست رو امانت ببینید هر فردی نه فقط مراقب احوال خودشه بلکه مراقب دیگران و محیط زیست هست پس اینجا قدرت اصلا لازم نیست که اونطور ارزش قدرت وجود داره اما این قدرت همه استفاده میشه در جهت منافع همه نه اینکه قدرت یه گروهی علیه یه گروه دیگه به همین قدرت ولی دیگه اهمیت نداره از بین نمیتونه بره چون قدرت لازم هست برای اینکه کارها پیش بره اما دیگه اهمیت محوری نداره به همین دلیل تو این گفتمان باهایی خدمت جای قدرت رو میگیره و میگم این خدمت در این مفهوم تربیت دیده میشه ولی نه تربیتی که رابطه این روز من شاگرد من یا پدر من. هر کسی با دیگران سعی میکنه که از دیگران مراقبت کنه و این یه جور مربی پرورش دهنده داره داره مراقبت میکنه از دیگری چون نگران تکامله دیگری هست شما شاید به مسئله خدمت اشاره کردید اما ارزش های دیگری هم هستن که اینا یک واقعیت های اجتماعی است که باید بیشتر تحقق پیدا بکنه جای قدرت میتونه خدمت باشه از دیدی از طرفی میتونه مشورت باشه مشورت مثلا خیلی مهمه وقت خیلی بعد فرصت نبود به اینها برسیم ولی به حال منظور شما این هست که در واقع این واقعیت های جدید رو ما باید در جامعه به وجود بیاریم خیلی ممنونم ان در یک فرصت دیگری باز با هم خواهیم بود و بیشتر این مطالب رو با هم بررسی و, و تحقیق خواهیم کرد بینندگان عزیز همینطور از شما بسیار سپاسگزاری می که به برنامه امروز ما توجه فرمودید همینطور از شما ایزان دعوت می‌کنم که اگه در مورد برنامه های امروز ما یا برنامه های گذشته نظراتی دارید سوالاتی دارید پیشنهاداتی دارید به تارنمای تلویزیون آیین مراجعه بفرمایید و نظرات خودتون رو با ما و طریق این تارنما در میان بگذارید تا نوبت دیگری که در خدمت شما خواهیم بود شما رو به خداوند مهربان و بزرگ می سفارم. جان و روانتان